سلام به همه شما دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید به کانال محمود بیز در یوتیوب. من در آموزش های گذشته روش های کسب درآمد رو به شما یاد دادم و البته بعضی از مواقع هم نکات آموزشی که برای نرم افزارها بود یا سایت ها به شما تو چند تا ویدیو ارائه کردم که امروز هم میخوام در خصوص یک آموزش در مورد این اینستاگرام به شما در حد چند دقیقه خیلی کوتاه و مختصر به شما یه آموزش چند دقیقه‌ای بدم. ازتون خواهش میکنم در ابتدا اگر برای اولین باری دارید کانال من رو در یوتیوب میبینید، محمود بیز رو که سرچ کردید اومدید داخل کانال من، حتما سابسکرایب فراموشتون نشه که ویدیوهای جدید رو بتونید بعد از اینکه آپلود کردم توی یوتیوب بتونید سریعتر ببینید. و بعد از اینم که ویدیو رو دیدید اگر خوشتون اومد لایکش بکنید و برای دوستاتون هم به اشتراک بذارید. نظر خودتون رو به من حتما انتقال بدید که من بتونم نظرات شما رو هم داشته باشم. میریم سراغ آموزش امروز. من میخوام بهتون یاد بدم که چطور میتونیم از عکس ها و تصاویری که در یوتیوب آپلود میکنیم به راحتی بکاپ بگیریم. خب حتما میدونید که تهیه بکاپ باعث میشه که خیلی از مواقع اگر مثلا اکانت هک بشه یا اطلاعاتمون رو از دست بدیم بتونیم به راحتی از طریق سیستم خود اینستاگرام دیتا و اطلاعاتی که از دست دادیم رو برگردونیم و این خیلی کاربردیه. خب خیلی ها این رو دارن رعایت میکنن اما خیلی ها خیلی راحت و گذره ازش میگذرن. اینستاگرام رو توی موبایلتون باز بکنید. خب این اینستاگرامیه که مربوط به بنده است. توی اکانتتون یه عکس چرخ دنده است یا همون سیتینگ اگر میبینید توی اکانتتون میتونید بازش بکنید. توی نرم افزارتون کنار جایی که اسمتون رو نوشته یه دونه چرخ دنده هم هست که مربوط به سیتینگ اینستاگرامتونه، اون رو باز میکنیم. اینجا تقریبا پنجمین گزینه پرایویسی اند سیکیوریتی رو میزنیم، روش کلیک میکنیم تا مربوط به امنیتی مسائل امنیتی خود سیستم اینستاگرام رو بتونیم ببینیم. پس ببینید پرایویسی اند سیکیوریتی رو که باز کردید میایید انتهای صفحه دیتا دانلود رو براتون نوشته. دیتا دانلود تمام تصاویر شما، کامنت ها یا استوریاتون رو به شما میده. بعد از اینکه شما دیتا دانلود رو ریکوست میدید یا درخواست میدید به اینستاگرام اگر اکانتتون به مشکل برخورده باشه، اینستاگرام سه تا فایل رو به ایمیل شما میفرسته. یعنی سه پارت رو در یک ایمیل سه تا فایل مختلف رو برای شما منتشر میکنه، در اختیارتون قرار میده. پارت اول مربوط به استوریاست، پارت دومتون مربوط به کامنت هاست و پارت سوم شما تصاویریه که شما در اینستاگرام منتشر کردید. ممکنه شما مثلا الان 5 سال باشه با اینستاگرام دارید کار میکنید یا 4 سال باشه دارید کار میکنید، مطمئنا کامنت هایی دارید، تصاویری دارید یا تصاویری که به صورت روزانه منتشر کردید و اصلا در قالب عکس های اینستاگرامتون نبوده و نمیخواید اینها رو از دست بدید. پس این سه تا پارتی که بهتون میده رو میتونید بعد از اینکه دانلود بکنید توی سیستمتون ذخیره داشته باشید و همیشه هم به اونها دسترسی خواهید داشت. ریکوست دانلود رو من میزنم. توی این صفحه گفته که من میتونم برای شما یه کپی از اطلاعاتی که میخواد رو تا 24 ساعت بعد در اختیارتون قرار بدم. خب مدت زمانش ممکنه توی 5 دقیقه انجام بشه، ممکنه تا 48 ساعت زمان ببره. یعنی شما درخواستی که به اینستاگرام میدید تا 48 ساعت بعد به شما جواب خواهد داد. در کادری که اینجا دارید میبینید آدرس ایمیلتون رو وارد میکنید، همین آدرس ایمیلی که اکانتتون روش ساخته شده، این آدرس ایمیل رو بهشون میدید و اینها برای شما بعد از اینکه گزینه نکست رو بزنید میگه پسوردتو وارد کن. اکانت اینستاگرامی که داری رو میای پسوردش رو وارد میکنی و بعد ریکوست دانلود رو کلیک میکنید. تقریبا گفتم بین 5 دقیقه تا 48 ساعت بعد یه ایمیل بهت میده که توی این ایمیل نوشته پارت 1، پارت 2 و پارت 3. همه رو دانلود کنید توی کامپیوترتون یا توی موبایلتون که هر زمانی لازمتون شد بتونید سریع درخواست بدید به اینستاگرام تا اطلاعاتی که از شما حذف شده رو برگردونن. این هم از آموزش امروز. امیدوارم که از آموزش امروز خوشتون اومده باشه. ولی بذارید دوباره یه بار دیگه برگردم بهتون بگم، بعد از اینکه رفتید اون چرخ دنده صفحه اصلیتون بذارید بازش بکنم. اینجا ببینید روی این چرخ دنده
تازه توی موبایل هم دیده میشه، بعد از اینکه لاگین کردید، این اینستاگرامتون باز کردید، این چرخنده رو که روش کلیک بکنید، میید پرایویسی ان سکیوریتی رو باز میکنید وقتی روش کلیک کنید. یا همین بغل توی تنظیماتتون که وارد شدید، اینجا پرایویسی ان سکیوریتی نوشته، میاد اینجا و ریکوست دیتا رو میزنید، آدرس ایمیلتون رو وارد میکنید، نکست میزنید، پسوردی که برای اکانتتون ساختید رو میزنید و ریکوست رو انتخاب میکنید. بعد از اونم که دیتا رو براتون میفرستن. امیدوارم از آموزش امروز لذت برده باشید، آموزش رو برای دوستاتون بفرستید، اگر خوشتون اومد لایکش بکنید، نظرتون رو من بگید و امیدوارم که از زمانی که گذاشتید استفاده کرده باشید، از زمانی که براتون ارائه شد امیدوارم از این آموزش استفاده کرده باشید. عذرخواهی میکنم. برای همتون روزی شب و روز خوبی رو دارم، موفق و پیروز باشید، خداوند یار و نگهدارتون.